خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از بیانیه رهبر ایران در ترسیم آینده نظام خواهیم گفت تا موج تازه گرانی ها. و متن حاشیه جشنواره هایی که در دهه فجر برپا شد. سلام های بهنود. گرانی ها به خصوص گرانی گوشت و مرغ واقعا داد ملت رو در آورده. بله، تقریبا میشه گفت به همین جد امروز کارتونامون هم به همین موضوع اختصاص دادیم، چون موضوع مهمی است. منتها مسائل سیاسی در روزنامه ها، مسائل سیاسی اومد روی این مسائل رو پوشوند، به خاطر اینکه سه روز اول هفته هم روزنامه ها نبودن، بعد که اومدن با انبوه خبر روبرو بودن و حوادث داخلی. خب میخواد شروع کنه با روزنامه شرق که راهپیمایی 22 بهمن رو به عنوان آزمون 40 سالگی نام برده. تا اونجایی که من یادم میاد در سالهای گذشته بسیار امکان ضبط فیلم و عکس از جمعیت بیشتر بود. البته گزارش های داخل ایران معتقد است که جمعیت مثل هر سال بوده یا بیشتر بوده حتی، ولی تو عکس ها این ظاهر نمیشه. تو سالهای گذشته این بیشتر داشت. به همجد شرق هم نوشته آزمون 40 سالگی و اصولاً روزنامه های مثل کیهان و روزنامه های اصولگرا هم صحبت از چندین میلیون کردن. بله، یک مقاله هم علی ربیعی نوشته. آره، آقای ربیعی به طور کلی که وقتی که صحبت از این فردای 40 سالگی میکنند یه ترمی رو به یاد میارند که در اون ترم جوامع نسل به نسل نیاز پیدا میکنند به عوض کردن خون خودشون، عوض کردن ساختار. بعضی که اون یادآوری میکنه در حقیقت میگوید که مملکت احتیاج داره که از این روندهای خودش تغییر بده و شکل و شمایل بیاره. در شروعش هم کمک میگیره از یک شعری از فروغ و یک شعری از عمران صلاحی که بچه محل آقای ربیعی بود، در روتشون اهل نازیاباد بودن. یکی شمارد نازیاباد، یکی شمارد کشتارگاهه، همون محل هست دیگه. و بنابراین از اونا میاره که در این حال یادآوری بکنه که فضایی رو که در اون موقع وجود داشت دست کم تو شعرها انعکاس پیدا میکرد، فضای کشتارگاه و خون و سختی و فقر و این چیزا. در واقع یه چیز دیگه هم که میگن از حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی باید به قول معروف قدردانی کرد و صندوق‌های رأی رو هم باید پاس داشت. از حالا المان‌های مختلف دموکراسی نام میبرن از در این مقاله. بریم روزنامه کیهان رو ببینیم که باز 22 بهمن. حالا کیهان فردای اون روزه، علاوه بر این که داره خب در عکسایی که میبینید ادامه میده، هنوز هم همون زاویه، در حقیقت از این زاویه‌ای که ملاحظه میکنید من عکس پر جمعیت تری ندیدم. تو شهرستان ها بعضی جا به دلیل اینکه برف و بارون اومده بود صحنه خیلی خوبی برای عکاسا درست شده بود و خب خیلی دیدنی بود. همش هم شهرهای شمالی نبود، بلکه شهرهای مرکزی هم این برف و بارون اومده بود یه شکل و شمایل داد. تو فیلمایی هم که پخش میشد شوخیایی میکردن خود کسایی که اونجا بودن. از جمله دیدم که فیلمی پخش شد که یه جوانی از جوانانی که توی راهپیمایی شرکت کرده بود حرف در حقیقت مخالفین یا براندازا رو تکرار میکرد، میگفت ما همه ساندیس خوریم و ما رو با اتوبوس آوردن و اینا، این پوستری هم که میبینیم مال پارسال پیرارسال، نگاه کن کتش تنش نیست و اینا. خلاصه همه حرفایی که مخالفین چه میزدن و زبان خیلی شیرینی بیان کرد اون وسط. یه نکته دیگه هم این تیتر سیلی سخت ایران نطق فارسی ترامپ رو باز کرده که داره اشاره میکنه به اون توییتی که آقای ترامپ کرد و کلی جواب‌هایی که مقامات ایران به اون توییت دادن. در حقیقت سرمقاله های شهید مداری هم که این کنار می‌بینین گرچه نمرود هیزم آورده است. آها، گرچه نمرود هیزم آورده است. ولی بعد میگوید که
اشاره میکنه به این تمامیت ارضی و میگه که خلاصه این حرکتی که مردم کردن چنان بودش که پومپو وزیر خارجه آمریکا به زبان فارسی توییت کرد و بعد هم خب رئیس خود ترامپ هم همینطور. و خلاصش این هستش که این وضعیتی که ما الان داریم با آمریکا و اینکه از توطئه و دشمنی اونا صحبت میکنیم، اگر بخوایم که یک مثال براش بیاریم، حرفی است که هیلاری کلینتون زده است به خبرنگار واشنگتن پست. نوشته که وقتی ازش پرسیدم میگه شما اعلام نمیکردید که با حاکمیت در ایران مخالف هستین و یک سوی مخالفت در حمایت از مردم این کشور است، ولی قطعنامه اخیر 1929 حاوی تحریم‌هایی است که مردم ایران نشان رفته. هیلاری کلینتون میگه با یه لبخندی گفته بود ولی همین مردم ایران هستن که از حاکمیت دینی در این کشور حمایت میکنن. اون قطعنامه‌ای که اشاره کرده مال سال 2010 یعنی 89 ماست. این راه به مایا که نگیم بی نتیجه است. بله. وقتی که هیلاری کلینتون میگه اشارهش به همین راهی نیست. روزنامه ابتکار رو ببینیم با این نقاشی که ننوشته که این نقاشی کار کی هست، کمکی نمی کنه، ولی میدونیم که این سبک اصولا نقاشی که یک رهبری رو در جلو و طبقات مختلف مردم در پشت سر نشون میده، این سبک بیشتر از کشورهای کمونیست اومده و حتما دیدین دیگه تابلوهای خیلی بزرگی از استالین بود که بعدا همینطور تکرار شد و تابلوهای خیلی بزرگی از لنین که در جاهای مختلف هست و هنوز هم عکساش اینا هست. به هر حال این اون نوع نقاشی که معمولاً به کار گرفته میشد نیست، جز اینکه وقتی که به این لباس‌ها و به این نوع برخورد و به خصوص مثلا فرض کنید که همه خانم‌ها چادری نیستند و اینا نگاه می‌کنید، در این حال نشان از یه تغییر سلیقه‌ای هم میده، چون وقتی که این روزا به خصوص روزنامه‌های و موقع رو ورق می‌زدیم می‌دیدین که در اول کار اصلا اینطوری نبود. بله. رنگ و روی اومده توش ذره شادتره. و خیلی هم مفصل به این بیانیه آقای خامنه‌ای پرداخته که انقلاب اسلامی آماده تصحیح خطاهای خیشه، که آقای خامنه‌ای در این بیانیه اعلام کردن که در هر صورت ما خیلی ممکنه نسبت به اون آرمان‌هایی که داشتیم هنوز فاصله داریم. و نکته دیگه‌ای هم که بود در مورد فساد بود که میگفتن در صورت فساد هست در ایران ولی نه به اندازه خیلی دیگه از کشورهای دیگه. اون بالا هم در سوگ حافظان امنیت اشاره کرده به حمله‌ای که چهارشنبه شب شد به بازدار مرزی. بله. خب بریم برگزیده‌ها که چند تا کاریکاتور آوردین با موضوع فقر و گرسنگی. این گوش شنوای مسئولان هست که مردم دارن داد میزنن. مسئول ماهینی؟ بله، از آقای ماهینی. بریم کارتون بعدی از لاله زیایی رو ببینیم که اونم باز فقره. میگه که بفرمایید تو خدا سرد میشه، ثبت نام کردیم قراره بیاد، فعلا پرینتاشو دادن، پرینت گوشت و نون و اینا رو گذاشته. این برام میگه که مامان از اینا که تو اینترنت تبلیغ میکنن و گوشتیه که آویزون شده. آگهی هم شده بود. بله. بعدی از جواد تکجو دقیقا اشارش به اون تابلوی معروف و که لبخند روی صورت بود، این دفعه میگه آقا لبخند نمیخوایم، نون به ما بده. لبخند رو فراموش کن، نون رو به خاطر رسپار. خب گزارشی آوردین از روزنامه ایران، مهار ریزگردها با سیلاب خوزستان. گزارشی از خانم کشوری، گزارش نویس خوب، که معمولا گزارشاش همینقدر که میبینیم گزارش‌های فایده بخشیست، غیر از توصیفی که از منطقه و محل میشه، به خصوص حساسیت رو محیط زیست و مسائل سرزمینی داره. اینجا میگه که به طور خلاصه میخوام عرض کنم که میگوید که این سیلی که آمد در خوزستان و خرابی‌هایی هم به بار آورد و مشکلاتی هم ایجاد کرد، این اگه قبلا براش آماده شده بودیم که میشد آماده باشیم و تدارک دیده بودیم، میشد اینها رو به طرف هورها، یعنی دو تا هور بزرگی که در خوزستان هست، در اونجا هدایت کرد. علاوه بر اینکه زمین رو التیام داد، جلوی خرابی ها رو میگرفت، ذخیره خوبی بود، جلوی ریزگرد ها هم برای دست کم دو سال میگرفت. گفت این تهدید رو میشه به یک فرصت طلایی تبدیل کرد. و نکته دیگه که اشاره میکنم، میگن که پیش بینی شده که در هفته اول اسفند ماه دوباره سیلابی در واقع در اون منطقه جاری خواهد شد و خیلی خواستن که تخلیه بشه خیلی از شهرها روستاهای اون دور و بر،
و میگه مثلا این کار وزارت کشوره که باید اینا رو هدایت کنه، حالا بر اساس همون گفته که شما گفتید که با کارشناسی که صحبت کرده که اینا بشه حداقل ذخیره برای چیز هدایت بشن به سمتی که این ریزگردها رو بگیرن و کلی از مسائل حداقل محیط زیستی رو حل کنن. خیلی گزارش خوب و به موقع بود. بریم کرگدن رو ببینیم آقای بهنود. بله، کرگدن مدتی بود از کرگدن غفلت کرده بودیم. این دفعه سوژه‌ای که اصلی اون بالا نوشته این پرونده‌ای رفته در مورد آپارتمان و عالی بود، یعنی یک جاهای درهای باز و بسته. آیا آپارتمان صرفا همین در و دیوار و پنجره است که در ظاهر به چشم میاد یا چیزهای دیگری؟ از حامد یعقوبی میگه که موضوع پرونده وقتی به ذهنمون رسید که درباره پولانسکی حرف میزدیم و مستاجر و بچه رزماری رو تحلیل میکردیم. بعد میگه که خب مثلا آپارتمان میتونه یه جای برای آرامش باشه که آدم ها بشنن توش قهوه بخورن، غذاشون رو بخورن و مثلا امنیتی درش باشه و حالا فوقش در مورد چی میگن قبضاشون رو پرداختن قبض آب و برق و اینا حرف بزنن، ولی در هر صورت میتونه یه چیزی فراتر از این هم باشه. بعد یک مطلبی داره به نام ورودی اول طبقه پنجم شماره 322 و روایت های کوتاهی از آدم های مختلف در مورد آپارتمان شد و یکی هست خانم آنالی اکبری نوشته عالی بود در مورد آسانسورشون که میگه مثل یه پیرمرد نمیدونم 80 ساله میمونه و هر موقع که بهش احتیاج مثلا میگه اگه یه قاتلی بیاد بخواد منو بکشه و هی این دکمه آسانسور رو بزنم 80 تا نمیدونم ضربه به کلیه‌هام خورده. خلاص عالی بود. خود میرفتا سردبیر در سرمقالش با اشاره به بیتی از مولانا میگه که گندم اعمال 40 سالمون رو حالا کجاست؟ در حقیقت اشاره میکنه به این 40 سالگی. اول میگه که این 40 ظاهرا این 40 مهمه برامون و جای مختلف مثل چله که گرفته میشه، مثل چله نشینی شب چله و همین جهت هم این 40 سال رو از این زاویه رو میشه و این بحث رو پیش میکشه که چقدر فاصله داره این دوتا و چه چیزهایی رو کشتیم که حالا موقعی درو کردنش رسیده است. درباره جشنواره فیلم فجر که هنوز حواشیش هست یک نقدی رو شروع کرده است که دو نفر هر دو صاحب اطلاع منقد اونجا حرف میزنن راجع به اینکه نقدهایی که به این جشنواره وارده چیه. مهمترین حرفی که هر دوشون میگن اشارهشون به این استش که به هر حال از پیش معلومه کی انتخاب میشه و به هر حال اینطوری نیستش که اینطوری نیستش که داورها مستقلند و به هر حال اون پشت مصلحت اندیشی ها و حساب کتاب های مختلفی پیش میاد که اینو با جزئیات آقای پوریا توضیح میده. جالب سالهای مختلف رو بله توضیح میده و اون برام جالب بودش که در سالهای مختلف با اسم فیلم ها و اینا به عنوان منتقد کاملا مسلط به موضوع هست. امیر پوریا هم دیدم چند وقت پیش یک نقد مفصل کرده بودن، البته فکر کنم برای برنامه تلویزیون بود، در مورد فیلم تازه خانم آبیار که اونم به نظر من نقد جالبی بود. آقای بهنود بریم مجله ها چشمانداز ایران رو ببینیم. بله خوبه به خاطر اینکه چشم انداز ایران رو همینقدر که آقای میسمی با این گرونی ها و اینا که هستش همچنان در میاره خب خیلی خوبه دیگه. این دفعه چون که میدونین خب چشم انداز ایران نظر به خود آقای میسمی بیشتر گرایشش به طرف ملی مذهبی ها هستش، به همین جهت هم عجیب نیستش که در اول مجله ایشون یک مطلبی نوشته است درباره خانم بازرگان، همسر آقای بازرگان که هفته پیش فوت شد و یه خاطراتی از او نقل کرده که از دوره پادشاهی که خود آقای میسمی و مهندس بازرگان هر دو زندان بودن و اینکه در برازجان اینها خانواده ها مجبودن بیان برای چند ساعت و ایشون با چه صبوری می اومده با چند تا بچه راه به این دوری برای دیدن چند ساعت که مهندس بازرگان رو ببینند و اینا به اون یاد میکنه. بعد میریم وارد گزارش ها میشیم. گزارش گفتارهای زنانه در باب انقلاب گزارش خیلی خوبی است. چند تا از
افراد مثلا خانم منیر همایونی، فاطمه قاسمزاده، شیما قوشه، رضا عبدی و مهدی فخرزاده. بله، من دارم مقاله فیروزه خانم صابر رو میگم و همینطور مقاله اون در مورد چالشی درباره تبعیض مثبت که اصلا من میخواستم بپرسم که تبعیض مثبت اشارهشون به چی هست. خب این همون جاییست که اتفاقا بحث خیلی جدیه چشم‌انداز ایران خیلی بحث جدی میکنه در این باره. حالا من قسمت چه خدمت رو میگم. میگه که اول بگم که خانم فیروزه صابر معتقده که تجربه جهانی نشون میده که برای استفاده مؤثر از ظرفیت زنان جامعه راهبردهایی به کار بردن که قابلیت‌ها در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته. به عنوان مثال بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل نیاز جامعه به بازسازی اقتصادی و ضرورت حضور زنان در کسب و کار امتیازاتی برای ورود اونها قائل شدن. کلاس‌های گسترش آموزشی فراهم کردن و تخصص‌ها رو بالا بردن و در نتیجه خانم صابر معتقد است که از این زوایا باید رفت. خانم مرتضی از زاویه حقوقی بیشتر وارد میشه. میگه با توجه به آمار چشمگیر زنان تحصیل کرده در مقاطع ارشد و دکتری و اینا، این نکته که سطح شایستگی و کارآمدی علمی در بین دانش آموختگان زن و مرد در فرایند آموزش را اساتید دانشگاهی میسنجند، موقعیت زنان ایرانی در جامعه در حال گذار رو به فاصله انداخته. اما رفتار حاکمان با زنان رفتار شایسته و بایسته نیست و بنابراین ایشون معتقد است این که میگیم اشتغال خانم ها و توصیه میکنیم این یه حقه، این یه امتیازی نیستش که داده میشه. بریم بعدی سینما و ادبیات رو ببینیم و یه ذره از دنیای سیاست فاصله بگیریم. آره حتما. سینمای ایتالیا، مثل فلینی روی جلد هست با همون قیافه، به خصوص همیشه واقعا یه کارگردان تکرار نشدنیه. یعنی یه کسی یادم یه سالهای پیش هم نیست کی بیتی و دستگاهی کسی گفته بود که اگه فقط 8.5 رو ساخته بود، همون یه دونه رو ساخته بود که من فکر میکنم رو هم بهش اضافه کنیم، اگر همین دوتا فیلم رو ساخته بود واقعا جاش بالای صدر کارگردان جهان بود. واقعا فلینی جای افتخار داره، برای هر جایی که بود ایتالیا حق دارن که بهش افتخار میکنه. اما اجازه بدید از سینما و ادبیات ایتالیا و استاد خیال پردازی ها به قول کوچیکی ویژه‌نامه خیلی مفصلی است و خیلی هم مقالات خوبی راجع به سینما ایتالیا، راجع به فلینی توش هست. خیلی کسایی که به هر دلیلی علاقمندن به این موضوع یا رشته شونه خیلی خوبه که بخونن. بعد میایم تو قسمت سینمای ایران. قسمت سینما ایران یه موضوعی رو برداشتن، آداب تأثیر پذیرفتن. چجوری این تأثیر پذیرفتن یه موضوع خیلی قدیمیه، من فکر کنم مثلا چند قرن است. این بحث که این توارد یا تقلید یا کپی کردن به قول امروزی ها که حالا رسته به کپی پیست، این تا کجاش تأثیر پذیرفتنه؟ از کجا به بعد میشه تقلید؟ از کجا به بعد میگه کپی کردن؟ بحث جالبیه، خیلی خیلی بحث خیلی مفیدیه که میزگری درست کرد آقای محتمن، که فرزاد محتمن کارگردان خیلی خوب، آقای جواد طوسی منقد و امیرحسین ثقفی تو شرکت کردن. و اینکه سینما ایران از کجا میدونی که تو سینما ایران این کپی برداری اصلا یک ضایعه است برای سینما ایران و خیلی ها خیلی با افتخار از این صحبت میکنن که فلان فیلم فقط هم سینما نیست، ادبیات هست. میدونم تو بخش ادبیات هم یک بحثی رو داره و اون ادبیات به حاشیه رانده شدگان. معتقد است که ادبیات ایران در عمقش میلی میکنه به طرف اون کسایی که به حاشیه رانده شدند، اهم از اونایی که قومیت زبان به حاشیهشون رانده یا فقر یا حاشیه نشینی، که مهسا محب‌علی، هوشیار انصاری فر، حسین نمکین، کیهان خیانجاری اونجا بحث کردن. این بحث هم بحث خیلی خیلی مفید است. به همجد میخوام بگم که بخش سینما ادبیات ایران مجله هم بندازه کافی است، غیر از که چند تا داستان و اصولا من سینما ادبیات و خیلی بخش ادبیاتش برام جالبه، یعنی همیشه خیلی بخش غنی و پروقیمونیه. خیلی ها به خاطر سینماش میرن، خیلی ها اونو میگیرن. من همیشه ادبیاتش رو دوست دارم. اصلا سینما کمتر اینقدر پروپیمون به موضوع پرداخته میشه توی نشریه واحد. بریم مجله چلچراغ رو ببینیم. خب چلچراغ رو شما بیشتر ببینید. این روی جلد فقط همینقدر گفته باشم ببخشید،
که عکسی است از فیلم خانم نرگس آبیار که تقریبا جوایز جشنواره فجر رو درو کرد و خیلی دربارش هم در موردش حرف زده شده که فیلم خانم آبیار که در حقیقت سه تا فیلم قبلیشون خیلی مورد توجه بعضی قرار نگرفت، این قرار گرفت. البته گفته باشم که بعضی معتقدن که فیلم‌های قبلی بسیار فیلم‌های مستقل و بله از این زاویه هم دیده شده، ولی من حرف مهدی یزدانی خرم رو میپسندم که وارد صحنه شده و واقعا میگه بدون این نوع مقایسه ها و داوری های نوعا سیاسی و سلیقه‌ای توجه کنیم به جسارتی که میاد و یک عشق رو میدوزه به یک جریان خشونت آمیز طالبانی و از توش یه ماجرایی در میاره که بخش عمدهش واقعیه و فیلم هم که ما هنوز ندیدیم میگن خیلی خوش ساخت بود. از طرف یه پرونده ای هم داره، من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را جاج، هشتگ جاج، بعد و اپیدمی قضاوت حراسی و اصولا حالا جاجمنت یا همون قضاوت کردن بیشتر روی فضای مجازی و توییتر و اینا داره اشاره میکنه و پرونده بسیار جالبی در آورده در این که در این مورد که آدما هم میترسن از قضاوت شدن و هم از طرف یک چیزایی میذارن، بعد مثلا زیرش مثلا تو رو خدا مثلا من قضاوت نکنید، ولی در واقع این حالا پارادوکس یا این تضاد رو خیلی قشنگ یه پرونده مفصل در آورده. کاریه تلتراق بعد بله. معمولا موضوع رو انتخاب میکنه که موضوع جدی جوان هاست و خب بیانش هم خیلی مطرحه دیگه. خیلی. بله. بله. خب عروسک سخنگو بعدیش هست. خب عروسک سخنگو که خب همه صفحاتش به خصوص چون تولید کننده همه صفحات زرما قبلا مثلا یکی از این کوچولوها رو بگم که اینا وقتی می نویسن پیش ابوالفضل این سنای آبدی پور 6 ساله است از مرند نوشته، این نقاشی هم که اینجا می‌بینین نقاشی ریحانه مرادی است که مربوط به سن سالش معلوم نیست، میگه وقتی به کلاس سرود میریم سنا به موهام دست میکشه میگه موها چرا اینجوریه، این چه شلواریه که پوشیدی، چرا وقتی سرود میخونی موهاتو اینجوری تکون میدی. من میخوام به او دروغ بگم، بگم با تو قهرم، من وقتی از سنا خداحافظی میکنم لپمو میکشه، امروز خانم معلم نذاشت من و سنا یه جا بشینیم، من پیش ابوالفضل نشستم، به خانم معلم گفتم من میخوام پیش محدثه بشینم، همون محدثه که سینا رو بلد نیست، آخه دو تا محدثه تو کلاسمون هست. این نوشته بچه 6 ساله است، باحالاد است. شما هم یه چیزی انتخاب کرده بودیم؟ یه چیزی هست از مریم قاسم‌پور نوشته که حال دلمان خوب نیست، بعد میگه که عروسک جان سلام، و توضیح میده که امروز ایمیلتون رو دریافت کردم، خیلی هم به قول من شگفت زده شدم که انقدر سریع جواب منو دادین و حق با شماست، بدون معرفی هول هولکی براتون نوشتم و اینا. و میگه که مریم قاسم‌پور هستم، 43 ساله، اهل تهران، با مدرک کارشناسی مترجمی و اینا. و نکته‌ای که اشاره می‌کنن توی این مطلب اینه که میگه داشتن عروسک سخنگو آرزوی هر بچه‌ای بوده و هست، و اشاره می‌کنن که خب همیشه بزرگترها برای بچه‌ها نوشتن و یا مثلا ما فقط بچه‌ها رو انگار که فقط بهشون این حق رو دادیم نقاشی کنن غماشون، شادیاشون، ترسهاشون رو یا تخیلاتشون رو، ولی در صورت این فضا رو انگار که عروسک سخنگو در اختیار بچه ها هم گذاشته. خیلی خیلی دیگر خوب. عروسک سخنگو اصولا یه حس خیلی غریبی به آدم میده، موقعی که آدم دستش میگیره مجله رو انگار که از غم و غصه از گرفتاری ها نجات میکنه، میره تو عوالم کودکانه و خیلی خوبه، مثلا نمیدونم شاد و لطیف و قشنگه. بریم خط خطی کارتون آخر رو ببینیم. خط خطی در اومده میگه پیشنهاد خط خطی برای اصلاح امور بستن وقتی که صحبت از سه زیپ برخی برای اصلاح امور قراری که اتفاقاتی بیفته، حالا او میگه که مردم ریختن اونجا که دهن اون رو ببندن، یه عده هم این پایین دارن سعی میکنن که حرفایی هم که داره اون میزنه رو خط خطی کرده. آره، چون حرفایی که میزنه حرفای تندیه، ولی در این حال همطور هم میخوره و در این حال جیبش هم پرپوله، نسبت به گرونی هم نگرانی نداره.
اصلا در ظاهر نسبت به چیزی نگرانی ندارم، مردم فقط سعی میکنن دهنشون رو ببندن. خط خطی میگم در توی مطالب خط خطی، یعنی طنز، طنزهایی که نوشته بود، یه طنزی نوشته بود رویا صدر راجع به این بوی بد تهران و میگه بوی بد تهران در کنش‌های اجتماعی متقابل شهروندان وضعیتی رو ایجاد کرد که به اون درماندگی اجتماعی ناشی از احساس بوی ناجور میگن. یه ترمه این امر در جامعه مورد بررسی شکل آگاهی جمعی به خودش گرفت و بسیاری حس کردن که یه بوی میاد. این حس در کنش گفتاری واه با اون پنجره رو واکن خفه شدیم بازتاب یافت، که از سوی جرم شناسان نوعی هواداری زیرپوستی از سیاست‌های درهای باز به شمار میره. و این قلمرو جامعه شناسی رو به عنوان سندروم تالش برای نفس کشیدن به یاد میاره. روند تحولات در ساعات ابتدایی نشانگر کشیده شدن بحران به سطح خیابانه، چرا که شهروندان احساس کردن بوی مشکوک در خیابانها جاری است و ارتباط معناداری با عوامل انسانی داخل چهاردیواری نداره و بی خود بچه های بیچاره رو دعوا کردیم، که این هم بیشک بر جامعه پذیری افراد آسیب دیده اثر گذاشت. با زبان جامعه شناسانش ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه های بی بی سی فارسی رو حتما برامون بنویسید. راه های تماس رو هم همین الان دارید روی صفحه تلویزیون میبینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما یا با آدرس توییتر bbc دیدبان برامون بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.